بالاخره رونالدو وارد ایران شد و ورود رونالدو به ایران حواشی و اتفاقات جنجالی به پا کرد. ورود رونالدو به ایران و ازدحام جمعیت زیاد ایرانی ها و تعجب رسانه های جهان از حضور این همه توجه و حتی ماجرایی که گفته شده به هتل محل اقامت رونالدو حمله شده و حتی رونالدو هم یه سری اتفاقا براش رخ داده، همه در این ویدیو مرامی تانتو همراه ما باشید. دیدید که چطور اتوبوس حامل کریستیانو رونالدو و بازیکنان لس رو یه جوری اسکورت کردن؟ حالا ببینید جمعیت چجوری دور تا دور اتوبوس رو هجوم آورد. حالا میرسیم به جنجال ها که وقتی اتوبوس تیم الاس میونه جمعیت گیر کرد و تکون نمیخورد که در نوبه خودش عجیب بود و توی رسانه ها حسابی پخش شد. این تازه حواشی های کوچیک ورود رونالدو به ایران بود. بریم حواشی های دیگه این ستاره رو با هم دیگه ببینیم. اینجا درب محل هتل کریستیانو رونالدو است که مردم رفتن اونجا و هجوم آوردن و جمعیت زیادی بود و بعضی گفتن که درب هتل رو شکوندن و مردم وارد لابی هتل شدن. خب رونالدو هم طبقه بالاتره و این نکته هم بگم که چند سال پیش هم موقع جام جهانی مردم دوباره رفتن جلوی درب هتل رونالدو در خارج که یه خاطره دوباره برای رونالدو زنده شد. بریم ببینیم. علی دایی هم به دیدار رونالدو رفته و یه جوری خوش اومد گفته بهش داخل فرودگاه و بریم حواشی دیگه در راجع به این اتفاقات رونالدو رو با هم دیگه ببینیم. البته گفته شده که مردم درب یه جوری هتل رو شکوندن، هتل اسپیناس، و وارد لابی شدن همونجوری که دیدید و این حواشی واقعا عجیب غریبه. خوشحالی آره؟ تونستی ببینی رونالدو رو؟ همون جوری که دیدید مردم از بالای درب هتل بالا رفته بودن که در نوبه خودش عجیب غریب بود و یه مقدار آبروریزی. بریم با هم دیگه کلیپ‌های بیشتر و حواشی بیشتر رو ببینیم. Yeah.
مردم با بازنشر این عکس رونالدو گفتن چقدر راحت رونالدو توی ایران شلوارک میپوشه و مردم نمیتونن. یا حتی از این ور بنرهای خوشامدگویی به کریستیانو رونالدو و تیم الناس در مسیر اتوبوس قرار گرفته بود. داستان این اتوبوس هم جالبه، البته خود اتوبوس نه بلکه راننده اتوبوس که یک ایرانیه. حسین راننده اتوبوس گذاشته شد و گفت منتظر کریستیون و همینجوری وایرال شد. و نکته جالب این که ایشون فقط یه راننده ساده است، ولی پیج اینستاگرامشون رو ببینید. پیج اینستاگرام آقا مجید 130K شده، البته الان هم بیشتر شده، زمانی دارم ویدیو رو میگیرم 130K و همینجوری داره میره بالاتر. چرا؟ چون فقط راننده اتوبوس رونالدو بوده و خود رونالدو هم میزنه رو شونه‌اش. یکی دیگه از اتفاقات جنجالی هتل اسپیناسی که شبی 43 میلیون تومان برای یک شب اقامت در هتل اسپیناس و الان به خاطر رونالدو اینجوری شده و شاید هم همیشه اینجوریه که رونالدو اونجاست، میتونید برید اونجا و رونالدو رو نزدیک ببینید. نکته جالب اینه که مسیر منتهی به ورزشگاه آزادی رو یک روز قبل از بازی تون دارن آسفالت میکنن و گفتن که رونالدو دوباره دیگه بیاد ایران، دبی میکنیم ایران رو. علی آقا دایی هم شهریار فوتبال ایران برای استقبال از رونالدو به فرودگاه رفت. انقدر این اتفاق مهم بود که حتی شبکه خبر هم به صورت زنده همه اتفاقاتی که داشت میافتاد رو پوشش داد. تخت فرش 4 میلیاردی هم به رونالدو داده شد از طرف باشگاه پرسپولیس که دارید عکساشو روی صفحه می‌بینید و واقعا این فرش خیلی گرونه. بعد خنده‌های جالب رونالدو و حتی صحبت با این خانم رو هم می‌بینید. کانال‌های تلگرامی شایعه شده بود که گلر اصلی الست تو هتل گم شده، ولی بعد چند ساعت گفتم پیدا شده. پست جالبی هم که فوتبال بد تیوی گذاشته خیلی باره که مثلا یه سری اومدن داخل دیوار چیزای مختلف از رونالدو رو دارن می‌فروشن، مثلا گفتن جا کفشی کریستیانو، مبلی که رونالدو نشسته روش، لباس ورزشی تیم از نسل رونالدو و همه قیمت داره و سوس استفاده شده آخای رونالدو از سرانگشت رونالدو. بدل رونالدو هم در جمعیت حضور داشت که مردم می اومدن باهاش عکس می گرفتن و در نوبه خودش جالب بود. رسانه‌های عربی و کل دنیا هم از این استقبال تاریخی ایران تعجب کردن. یکی دیگه از عکس‌های عجیب اینه که مردم اینطوری رفتن به سمت هتل محل اقامت رونالدو. بنری که باعث تعجب شما میشه و اگه رونالدو اینو ببینه یه جورایی دیگه واسه همیشه از کره زمین میره. تانا هم نوشتن تو نگاه رونالدو چه غلطی کردم اومدم ایران، خاصی از که در نوبه خودش جالب بود. پستی هم که باشگاه الاس برای ورود به ایران نوشته و گفته توکل الله و الی ایران که در نوبه خودش جالب. و این هم قابی که جالب شد، رسانه‌های خارجی نوشتن ایرانی‌ها، یعنی یه جوری رونالدو با وفادارترین هوادارشو میان ایرانی‌ها داره و اونا رو تازه کشف کرده و پیدا کرده. و این عکس هم خنده‌دار بود که در نوبه خودش جالب دارید می‌بینید. و اینجا هم نوشته از جارو کردن خیابان‌ها تا مالکیت خیابان‌ها به کریستیانو رونالدو که در نوبه خودش این عکس پخش شد، عکسی که در ایران داره. و پرسپولیس هم تنها‌تر از همیشه است. تجهیزات وی آر هم به ورزشگاه آزادی بالاخره بعد از مدت اومد و این تلسم عجیب شکسته شد. این هم وضعیت آخر ورزشگاه آزادی که دارید تماشا میکنید. و اینم رسانه‌های خارجی گذاشتن که گفتن اکسیژن تنفس شده رونالدو 12 میلیارد تومان و تازه فهمیدن که مردم ایران چقدر باحالن. نکس هم گفته بودن لحظه‌ای که رونالدو حمله شد، ولی اینطور نبوده، زمانی که یکی با دیگارده رونالدو به زمین میفته جلوی رونالدو که حتی خود رونالدو هم خندش میگیره. و در انتها هم حستون راجع به اومدن رونالدو به ایران در کامنت‌ها بنویسید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.